سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا سوا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. در برنامه امروز خب، ایام تعطیلات و تابستان هم به پایان رسید و مدارس هم باز شدن و خلاصه روال زندگی به حالت عادی خودش برگشته و من و شمایی که احتمالاً مدت کوتاهی برای دور شدن از قیل و قال‌های همیشگی و مداوم سیاسی به سفر تابستانی رفته بوده ایم، تا شاید بتوانیم برای لحظه‌ای هم که شده از اخبار ریز و درشتی که متاسفانه در این روز و روزگار اکثراً بد و ناخوشایند هستند دور بمانیم و اونها رو نشنویم و نبینیم، دوباره یادمان میآید که چه اشتباه بزرگی کردیم و اگر تصور کرده باشیم که میتوانیم از تیررس رسانه‌های خبری در امان بمانیم، چه خیال باطلی بوده. حتی اگر در دورترین نقاط جهان، جایی در شاخ آفریقا هم خودمون رو پنهان کنیم، باز هم آنها ما را میابند و خود را به گوش و چشم و ذهن ما تحمیل خواهند کرد. و من و شما حتی در تعطیلات هم نتوانستیم مثلا از شنیدن خبرهای تشنج آفرین و جنجالهای جناب آقای ترامپ در این سو و یا سخنان اولیای امور در آن سو ایران محروم بمانیم. بله، روزگار غریبی است و امیدوارم که در این روزگار غریب شما هم تابستان خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در هفته‌های آینده سعی می‌کنم تا از گوشه‌هایی از سفر تابستانی امسال به اروپا برای شما بگویم که به روال همه ساله برای تهیه گزارش و گفتگو با دوستان و فعالان سیاسی انجام داده. و اما در برنامه امروز، گزارشی برای شما تهیه کردم که مربوط است به یکی از بزرگترین گردهمایی‌های سیاسی در لس آنجلس که حزب دموکرات آمریکا در اورنج کانتی همه ساله برگزار می‌کند. این منطقه به این جهت حائز اهمیتی که در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی و دیستریکت‌های اون جمعیت ایرانی قابل ملاحظه‌ای زندگی می‌کنند که در انتخابات نقشی فعال و مؤثر دارند و بسیاری نیز خودشون رو برای نمایندگی در کنگره کاندید کردند. سال گذشته با چند تن از این نامزدها گفتگو کردیم و گزارشی نیز از این مراسم تهیه شد که ملاحظه کردیم. گزارش امسال مربوط است به 24مین گردهمایی سالانه حزب دموکرات اورنج کانتی که در اون بیش از 900 نفر شرکت کردند و سخنرانی‌های جالبی توسط نمایندگان کنگره آمریکا و کاندیدهای انتخاباتی ماه نوامبر آینده این حزب ایراد شد که میتونه بسیار آگاهی دهنده باشه و از دقایق و نحوه رقابت‌های انتخاباتی و فعالیت‌های سیاسی در آمریکا که از هم اکنون برای انتخابات کرسی‌های مختلف آغاز شده ما رو مطلع کن. توجه کنید. We'll be right back.
گذشته 25 ماه آگست 24مین مراسم سالیانه جوایز هری ترومن، هری ترومن اوردز دینر که بزرگترین گرد همایی حزب دموکرات اورنج کانتی است در شهر کاستا میسا برگزار شد. در این گرد همایی که بیش از 900 نفر در آن شرکت داشتند، چهره‌های برجسته سیاسی چون کانگرسمن آدم شیف، نماینده کنگره آمریکا از ایالت کالیفرنیا، سناتور کوین دلیونه، خانم فرانس دیو، ریاست حزب دموکرات اورنج کانتی و خانم کاترینا فولی، شهردار شهر کاستا میسا و کاندیداهای حزب دموکرات برای احراز مقام‌های نمایندگی در کنگره آمریکا شرکت داشتند. حضور گسترده زنان در صحنه سیاسی آمریکا به خصوص در حزب دموکرات که عهده‌دار مقام‌های حساس سیاسی می‌باشند در این مراسم به خوبی مشاهده می‌شد. این مراسم با ادای سوگند به پرچم ایالات متحده آمریکا و دولت نماینده آن آغاز شد که توسط کاندیداهای حزب دموکرات و حضار در جلسه خوانده شد. من سوگند می‌خورم که به پرچم ایالات متحده آمریکا و دولتی که نماینده این پرچم است وفادار باشم. یک ملت با پشتیبانی خداوند جدا ناپذیر همراه با آزادی، عدالت و برابری برای همه. سپس سرود ملی آمریکا توسط دو خواننده جوان که کوشنده سیاسی و اجتماعی نیز هستند خوانده شد. Ladies and gentlemen, could we please take a moment of silence for our patriotic hero who just passed away, Senator John McCain. یک دقیقه سکوت نیز به خاطر درگذشت سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه اعلام شد. Thank you.
گفتنی آن که سناتور جان مک‌کین، اسیر جنگی و قهرمان ملی آمریکا که از سناتورهای حزب مخالف جمهوری خواه بود و در مسابقات انتخاباتی سال 2008 علیه پرزیدنت اوباما به رقابتی سخت جانان دست زده بود و خانم سارا پیلن معروف را هم به عنوان معاون آینده خود انتخاب کرده بود، چند روز پیش از مرگش از خانواده خود خواسته بود تا اطمینان حاصل کنند که جناب دونالد ترامپ و خانم سارا پیلن به هیچ وجه در مراسم یادبود و عزاداری او حضور پیدا نکنند. در این مراسم همچنین همه ساله ربای استیون جیکوب، یکی از ربایهای دموکرات، در این مجلس حضور می‌یابد و با خواندن دعا برای حفظ صلح در جهان و ریشه‌کن کردن جنگ، قحطی، گرسنگی و مرض در دنیا دعا می‌کند و آرزو می‌کند تا همه یهودیان، مسیحیان و مسلمانان و پیروان دیگر جهان در کنار هم در صلح و صفا زندگی کنند و در نهایت به مناسبت سال نو کلیمی در شوفار می دمد. در میان سخنرانان این مراسم خانم کاترینا فولی، شهردار شهر کاستامیسا بود که برای احراز دوباره این مقام فعالیت میکرد. او ضمن خوش آمد به حاضران ابراز خوشبختی کرد که در منطقه‌ای که مرکز جمهوری خواهان است بیش از 900 نفر در مراسم دموکرات ها شرکت کردند. Good evening everyone and welcome to Costa Mesa. It is wonderful to have more than 900 people right here in Costa Mesa in the belly of the beast. از سخنرانان دیگر خانم کیم اندرسن، ریاست کمیته برگزاری اهدای جوایز هری ترومن و پرزیدنت انجمن زنان دموکرات اورنج کانتی بود که او هم ضمن خوشامد به مدعوین با خواندن نام یکایک همکارانش از آنها قدردانی نمود. Putting on this event is an enormous undertaking, and I would like to recognize the Truman Dinner Leadership Committee, without whom this would not be possible. And while this may be less than scintillating for some of you who don't know them, I can assure you that their lives in the last few months have been extremely scintillating. خانم ریچل پتوسیک، مدیریت برنامه ریزی ارتباطات و میدیا، نفر بعدی بود. I want to ask you guys a question. If you were out canvassing today, if you were out phone banking, can you please stand up? I see candidates standing too, thank you. These are our t-shirts. It says voters are the life of the party, and we really believe it. Now, could we please welcome to the stage, now in her second year, leading historic efforts to flip seats at every level of office, chair of the Democratic Party, Ms. Fran Sedeo. ریاست حزب دموکرات اورنج کانتی خانم فران سدیو که او نیز از شاخص‌ترین و فعال‌ترین زنان در حزب دموکرات می باشد، همراه با موزیکی شاد که می گفت این اتفاق خواهد افتاد به روی صحنه آمد که اشاره‌ای بود به تغییر در اورنج کانتی و به اکثریت رسیدن دموکرات‌ها در این منطقه. قسمت‌هایی از صحبت‌های او. Give yourselves a round of applause, Democrats. Holy cow! Last year we had 800, this year we have, if you count all of the volunteers, we have almost 1,000 people here. سال گذشته 800 نفر بودیم، امسال 900 نفر که با داوطلبان و همکاران دیگر میشویم 1,000 نفر. امیدوارم موزیکی را که پخش شد شنیده باشید. می گفت
داره اتفاق میفته. آنچه که باید اتفاق بیفتد داره در این سالن و در اینجا اتفاق میفته. تنها اینجا نیست، در اتاقای نشیمن، در خانه های مردم، در گوشه و کنار خیابان، در کافه ها، در همه جا. بله، بعد از موفقیت های دموکرات ها در بسیاری از مناطق اورنج کانتی، در جبهه جمهوری خواهان آنچه که باید دارد اتفاق میفته. Neighbors, breaking news. It's happening tonight. It will happen on November 6th, and it will most certainly happen in November of 2020 when Democrats remove that guy from the White House. Seriously, he gives Orange a bad name. We got to get him out of there. So the room where it happened, Madison, Hamilton, and شاید رای دهندگان به منزله زندگی این حزب باشند، اما شمایی که در این مجلس حضور دارید روح و جان حزب هستید. To democracy and our fledging nation. They met over dinner, worked out their differences and compromised for the greater good. One outcome of that evening was the establishment of our nation's capital at Washington D.C. سپس مراسم اهدای جوایز توسط خانم فرانس دیو برگزار شد و جوایز به برندگان اهدا گردید. I want to give a very special thank you to سخنرانان دیگری چون سناتور کوین دلیونه و شخصیت‌های دیگر نیز سخن گفتند. و بالاخره نوبت به کانگرسمن ادم شیف رسید که سخنران اصلی این مجلس بود. Thank you very much. Thank you. او این چنین آغاز کرد. So Orange County Democrats, you ready to take back the house? Are you ready to take back the house? Well, I'm glad to hear it because there is no county in America that may be more determinative of whether we take back the house than Orange County. None. دموکرات‌های اورنج کانتی، آیا حاضرید تا دوباره مجلس نمایندگان را به دست بگیریم؟ خوشحالم که آماده اید، چرا که در تمام آمریکا هیچ منطقه‌ای مانند اورنج کانتی وجود ندارد که تا این حد در تعیین سرنوشت و به دست آوردن اکثریت در مجلس نمایندگان برای ما مهم و نقش ساز باشد. These are strange and dangerous times. These are strange and dangerous and absurd times. روزگار سختی است، سخت و خطرناک. این روزها روزهای سخت، دشوار، خطرناک و بی‌منطق و چرندی هستند. I'll give you one of my favorite examples. About 3 weeks ago, I was on the House floor and one of my colleagues came up to me and said, "What do you think of Michael Bolton being National Security Advisor?" And I said, "Well, I think you mean John Bolton. Michael Bolton is a singer. But you know something? I'd be perfectly okay with Michael Bolton." I would sleep better at night with Michael Bolton. But as strange as that sounds, it's true. It's true. برای شما مثال جالبی می آورم. سه هفته پیش در صحن مجلس بودم که یکی از همکاران به طرف من آمد و از من پرسید: راستی نظرت در مورد مایکل بولتون برای احراز مقام مشاور امنیتی ملی آمریکا چیست؟ به او گفتم منظورت جان بولتون است؟ چون مایکل بولتون که میگویی یک خواننده است.
بعد به او گفتم من با مایکل بولتون خواننده به هیچ وجه اشکالی ندارم که در این شغل باشم. و دوستان واقعا هم درست میگفتم، واقعیت رو گفتم. من در شرایط فعلی ترجیح میدهم مایکل بولتون خواننده باشد تا جان بولتون. And this is what I wanted to talk about today, not Michael Bolton, but the truth. The truth. Last week you heard, we heard the president's television lawyer Rudy Giuliani, someone who is auditioning for worst lawyer ever, which is a very competitive distinction. But we heard him say that truth isn't truth. Truth isn't truth. Now, we might be tempted to write that off as a flippant remark or hyperbole, except for the fact that day after day, week after week, we hear falsehood after falsehood from Rudy Giuliani. در اینجا من نمیخواهم در مورد جان بولتون صحبت کنم، بلکه میخواهم در مورد حقیقت و واقعیت صحبت کنم. لابد شنیده اید که وکیل تلویزیونی پرزیدنت ترامپ، آقای رودی جولیانی، که باید او را در مسابقه بدترین وکیل شرکت داد، مسابقه ای که شرکت در آن هم بسیار مشکل هست، همه ما شنیدیم که گفت حقیقت حقیقت نیست، راست راست نیست و از این قبیل. و متاسفانه روزی نیست که ما دروغ‌هایی از این نوع را از آقای جولیانی نشنویم. And we might be tempted to think, well, Mr. Giuliani himself is an exception. But of course you have Sarah Huckabee Sanders every day take to the podium. شاید فکر کنیم این فقط آقای جولیانی است که دروغ میگوید، اما خانم سرا هاکبی ساندرز از پشت میکروفون کاخ سفید همه روزه دروغ بافی میکند و ادعا دارد که این دروغ نیست، بلکه نوع دیگر حقیقت است. البته کردیت را باید به خانم کلیان کانوی داد که ابداع کننده واژه مندرآوردی آلترناتیو فکت است، یعنی حقیقت از نوع دیگر. از سخنگوی پیشین آقای شان اسپایسر دیگر چیزی نگویید که واقعا فراموش نشدنی است. البته من و شما می‌دانیم که هیچ کدام از این مسائل اتفاق نمی‌افتاد اگر رئیس الرؤسای همه دروغ بافی‌ها وجود نداشت و رئیس جمهوری نداشتیم که بر اساس گزارش نیویورک تایمز و واشنگتن پست تا به حال هزاران مطلب کذب در مدت کوتاهی به مردم تحویل داده است. من به این نکات اشاره کردم چون این رفتار و گفتار را توهین می‌دانم، توهین به حقایق و واقعیت. این رئیس جمهوری است که می‌گوید شما چیزی را که با چشم خود می‌بینید نباید باور کنید، چیزی را که با گوش خود می‌شنوید یا می‌خوانید نمی‌توانید باور کنید و فقط آنچه را که من به شما می‌گویم حقیقت است و باور کنید. البته به نظر من هیچ چیز نمیتواند تا به این اندازه مخرب دموکراسی باشد که بگوییم حقیقت وجود ندارد. بنابراین اگر که حقیقت وجود نداشته باشد، پس قانون نیز وجود ندارد و حکومت قانون از میان میرود. پس عدالتی هم وجود نخواهد داشت. We saw justice this week when the president's former campaign manager was convicted of multiple counts of bank fraud and tax fraud and other violations. So you have the campaign chairman guilty. You have the deputy campaign chairman guilty. You have the president's national security advisor guilty. You have the president's foreign policy advisor guilty. That's some witch hunt, huh? And of course, you have the president's personal lawyer Michael Cohen guilty. In his factual statement before the court, in which he too was convicted of felony bank fraud and tax fraud and serious campaign. اما خوشبختانه در هفته‌های گذشته ما شاهد اجرای عدالت و قانون علیه برخی از این گونه اعمال بوده‌ایم. پس از اتمام مراسم در سالن که دوربین تلویزیون در محل حاضر بود، از کانگرسمن آدم شیف خواسته شد تا به چند سوال از سوی ایرانیان آمریکا پاسخ بگویند که ایشان اصرار داشتند باید با دستیاران خود صحبت کنند
چرا که قول مصاحبه به شبکه دیگر تلویزیونی دادند که متاسفانه این امر موجب ناراحتی بسیاری از ایرانیان شد و این سوال برایشان پیش آمد که آیا آقای شف تنها به خاطر شنیدن اسم ایران و ایرانیان گفتگو را به وقت دیگری موکول کردند و یا آنکه واقعا وقت نداشتند؟ Yes, we have a couple of questions. Let me just double check because I had already committed to one of the other local stations. Let me just look for my staff here. So we can't ask you any questions? Well, you may be able to, but I wanted to make sure that I gave a chance to those that I had made an appointment with. در برنامه‌های آینده این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. خب به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید و همینطور با تشکر از همه همکاران این برنامه در این سو و آن سو، به خصوص سپهر عزیز، با شما خداحافظی میکنم. تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.